محیط زیست عبارت از تمام اشیایی که اطراف ما را ساخته می باشد. در این اواخر محققین راه‌هایی را دریافتند که از آن طریق انسان‌ها باعث کثیف شدن محیط می شوند، که آنها عبارتند از تخریب شدن جنگلات، باران‌های اسیدی و کثیف شدن هوا می باشد. تشکر و سپاس فراوان از شما که فرصت را مساعد کردین تا از طریق شما کلمات چند یا معلومات مختصری راجع به محیط زیست خدمت هموطنهای عزیز و نجیب خود تا ارائه بکنیم. برای محیط زیست متخصصین، علما و دانشمندان طبیعت برای محیط زیست تعریف‌های گوناگونی را ارائه کردن و جامع‌ترین تعریفی را که ما به او معتقد هستیم و فکر میکنیم عبارت از زیسته که زمانی که خداوند زمین را آفرید و در زمین انسان را به حیث خلیفه خود آفرید، زمین را خداوند با ویژگی های و خصوصی آفرید و با داشته های و خصوصی، و بعد انسان را در یک ارتباط حلقوی، سلسلوی و زنجیری با ای همه داشته های زمین آفرید که گفته می تانیم انسان در زمین با میکروب ها، حیوانات، اشجار، احجار، معادن، آب، هوا، خاک در یک ارتباط بسر می بره و در یک تأثیر و تأثیر متقابل با هم بسر می برن. البته او چیزی که در محیط، در طبیعت بر انسان آفریده شده به نوعی از انواع در نحوه زندگی و در نحوه زیستن انسان تأثیری را داره. از هم اولتر خوب است که حفظ و صحه محیطی را تعریف بکنیم که او چی است. میگه تمام اقدامات فنی و مسلکی را که ما به خاطر دفع و یا جلوگیری از فعالیت های میکروب ها انجام میدیم، این ما به نام حفظ و صحه محیطی میگیم. حفظ و صحه محیطی از کجا شروع میشه؟ حفظ و صحه محیطی از خانه، از اتاقی که یک شخص در زندگی میکنه، از اونجا شروع میشه. خوب است که از اتاق شروع شوه و حفظ و صحه محیط ما مراعات بکنیم به حویلی و از حویلی به کوچه و محیط و از کوچه و محیط به شهر و بالاخره به کشور خود. و چه خوب است که احساس همه مردم ما داشته باشند. و در این قسمت بهتر است که در قسمت حفظ و صحه محیطی والدین بسیار زیاد کوشش بکنن تا اولادای خود یک روحیه بتن، و چه خوب است که در مکاتب مضمون تدریس شوه و استادا هم در این قسمت توجه بکنن تا مردم به طرف مراد نمودن حفظ و صحه محیطی البته توجهشان را جلب بکنه. اما اگر تماس بگیریم سریعزی که ارتباط محیط زیست با صحت چه هست، سوال اینجاست که در یک محیط ناسالم آیا انسان بسر برده میتانه یا نه؟ در پاسخ باید گفت که هرگاه محیط زیست ناسالم بود و سالمیت محیط زیست برای زیستن مساعد نبود، انسان نمیتانه در اطر یک محیط به ادامه حیات دوام بده. چه معنا؟ در محیط زیست عناصری هستند که یا پدیده هایی هستند که حیات و ادامه حیات بقا به اونها وابسته است. اگر در اتاق از یک کشیدن سیگارت ما شروع بکنیم، به می ترتیب از سوخت چوب، گاز، زغال، به می ترتیب وسایل نقلیه که در شهر است و خصوصا اون وسایل نقلیه که اونا کهنه هستند، استهلاک شده و مصرف تیلشان هم زیادتر است و مقدار دود را که تولید میکنند هم زیادتر است، به آلودگی هوای ما شما اینا میفزاید و گرد و خاک، موجودیت سرک های خامه هم به نوبه خود در آلودگی هوا نقش خود دارند و هوا را آلوده میسازند. پس این هوا از نظر صحی چی مشکلات را بار خود آورد؟ ما این را به دو کتگوری تقسیم میکنیم. یکی او کتگوریه که بالای صحت انسان اثرات سوی خود داره و یک قسمتش بالای محیط. ببینن گازهای گلخانه‌ای وقتی که بیشتر نام گرفتین، البته کاربون دای اکساید است، نایتروژن دای اکساید است، سلفر دای اکساید است و به می ترتیب سرب است. اینا بالای صحت انسان تاثیرات بسیار سویی را داره، خصوصا بالای طرق تنفسی، بالای چشم ها و به می ترتیب کسایی که به مریضی های اسما گرفتار هستند، مصاب هستند و کسایی که خناق صدری دارند، کسایی که امفیزیم دارند، البته این امراض مربوط ششها و مربوط سیستم قلبی میشه، برای اینا زیادتر مضر واقع میشه و خصوصا برای اطفال خردسن زیادتر مضر واقع میشه و حتی موجودیت سرب گفتن، سرب هم از جمله همین مواد آلوده کننده هوا است که از
سوخت زغال و پترول و همچنان در کارخانجاتی که بتری ساخته میشه تولید میشه، این هم بالای سیستم عصب بسیار تاثیرات سوی خود داره و کسایی که به صورت متواتر در روت کارخانجات کار میکنن پیش از اونا سرطانات البته ایجاد میشه و خصوصا کسایی که همیشه مواجه با گرد و خاک و دود هستن پیش از اونا سرطانای سیستم تنفسی نیز ایجاد شده میتونه و همچنان بالای محیط زیست ما شما تاثیرات سوی زویی است که میتونه سبب بارانهای اسیدی شوه که بارانهای اسیدی بالای نباتات بالای تمام اشجار تاثیرات سو داره و اونا را از بین میبره، هوا را آلوده میسازه. از باعث کثیف بودن هوا امراض مختلفه به وجود آمده میتواند، مانند امراض تنفسی، امراض قلبی و امراض مادرزادی. به خاطر حفاظت از محیط زیست چی اقدامات برای هر شخص ضروری است؟ مسئولیت های فردی در قبال محیط زیست کدام ها هستند؟ هر گاهی را به شمار بگیریم باز هم وقت طلب است، وقت به وقت نیاز داره که باز هر موضوعی از اون آدم به بحث بگیره و موشگافی بکنه، اما در مجموع در کلیات اینطور ذکر میکنیم که فرد در مقابل محیط زیست از مسئولیتش از خانه شخصیش آغاز میشه تا محله و کوچه و تا ولایتی که داره و بعد در سطح کشور و حتی مسئولیت های فردی هم در قبال محیط زیست در بعضی اوقات فرامرزی میشن. یک متخصص محیط زیستی که در افغانستان باشه و مسائل محیط زیست را خوب تحلیل و تجزیه بکنه و متخصص باشه علمی از او بازو در مقابل دانش و در مقابل اندوخته هایش از طبیعت مسئول است که هم در خدمت همه انسانیت قرار بگیره، اما چون ما در او حد نیستیم و آهسته آهسته به یاری پروردگار بزرگ به او مسیر و به او منزل حرکت میکنیم، اما امروزه در افغانستان مسئولیت فرد یک قانون پذیری هست، دو تهذیب پذیری، تمدن پذیری و فرهنگ پذیری هست. یعنی ما زمانی که از خانه اگر آغاز بکنیم، زمانی که کثافات خانه را تنظیم میکنیم، محض پاکی صحن حولی مطلوب نیست. شما کثافات را که در صحن حولی تنظیم میکنین اگر او را باز پراگنده در کوچه خود بندازین، ای باز هم یک فرهنگ زیست محیطی را نشان نمیده. وقتی یک فرهنگ زیست محیطی خوب را نشان میده که شما او را در جاهایی بگذارین که دولت برای از او یک کثافت دانی را ساخته و در جایی که باز شاروالی بتانه که از اونجا به آسانی او کثافات را انتقال بده. یعنی پاک نگه داشتن محیط زیست هم زحمت فردی میطلبه و هم زحمت خانوادگی میطلبه و هم زحمت مردمی میطلبه. در قسمت حفظ و صحه محیطی باید یادآور شویم که حفظ و صحه محیط باید از خانه خود شروع بکنیم، از کوچه و منطقه و شهر و بالاخره به کشوری را بیانجامیم و روحیه نظافت و پاکی خانه را از ابتدا البته بر اطفال خود، این وظیفه والدین است و بسیار یک وظیفه است که مسئولیت تمام البته فامیل ها را تشکیل میده، تمام فامیل ها بدون استثناء تمام والدین باید به اطفال خود به اولادای خود بگویند از ابتدا که در قسمت پاک نگه داشتن خانه کدام نکات باید من نظر بگیرن، کثافاتی که از خانه جمع میشه او را باید در کجا بیاندازن. ببینن ما شما شاهد از این هستیم که در شهر و بازار ما کثافت به حد و به اندازه زیاد است و عاملش کی است؟ عاملش خود ما هستیم و خود ما کثافات ایجاد میکنیم، تولید میکنیم و بالاخره در شهر و در بازار او را ما پراگنده میسازیم. اگر روحیه پاکی و نظافت و بالاخره توجه به کشور، توجه به شهر، توجه به خانه وجود داشته باشه، هیچ وقت کثافات جمع نخواهد شد به او شکلش و جمع شدن کثافات رو که شما میفهمین سبب تولید یک سلسله امراض انتانی میشه و خصوصا در موسم گرما. دیگه یک مسئله دیگه که در اینجا بسیار زیاد مهم است باید یادآور شوم که در مکاتب استادای محترم بسیار زیاد در این قسمت باید توجه بکنن و مسئولیتی از اونها هست که برای اطفال خصوصا از صنف اول مکتب شروع بکنن و ایره بفهمانن که چه قسم باید ما در نظافت خانه، در نظافت البته در قسمت حفظ و صحه شخصی، در نظافت خانه، در نظافت محیط کدام نکات مد نظر بگیریم و اونا مسئولیت استادا هست، باید در قسمت برشان بفهمانه، برشان بگویه
چرا که از همینجا شروع میشه. اگر ما هر فرد کوشش کنیم در قسمت نظافت و پاکی، ما فکر میکنم که خانه و کشور ما پاک خواهد بود و امراض تهدید ما را تهدید نخواهد کرد. پیام ما در نهایت برشان ای است که مکلفیت های فردی یگانه چیزی هست که باعث میشه که حکومت بتانه، در صورتی که مکلفیت هایشان را تطبیق بکنن، حکومت بتانه یک محیط زیستی سالم و درست و گوارا را به بار بیاره. در غیر از او قسمی که یاد کردم، اگر ما همه چیز به شاروالی و همه چیز به حکومت و همه چیز را به مؤسسات بگذاریم و خود دست به کار نشویم، باز هم در برابر یک چالش همیشه باقی میمانیم.